بسم الله الرحمن الرحیم. امروز مجموعه ای از خاطرات پر اهمیت دوران انقلاب و همچنین پیش از اون خاطرات پرشکوه صدر اسلام پیش روی ماست. از طرفی روز شهادت حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه الصلاه و السلام است که یک خاطره فراموش نشدنی است. پس از 35 سال مبارزه سخت که واقعا درس است برای بنده و شما، این بزرگوار در تلخترین شرایط به شهادت رسیدند. در سال 183 و یک نگاه به زندگی این بزرگواران نشان می‌دهد که ما یک تاریخ نورانی و بسیار آموزنده از این بزرگواران معصوم در اختیار داریم که برای روحانیت شیعه و عموم مردم، البته در درجه اول روحانیون و علمای دین، برای اینها تا قرنهای متمادی درس است و ذخیره معنوی و آموزشی است. و این بزرگوار در میان ائمه علیهم السلام باز یک وضع خاصی دارند که فعلا بنا و مجال نیست که درباره زندگی این بزرگوار و مجاهدتشون مطالبی عرض بشود، ولی همه مخصوصا جوانها بدانند و تعقیب کنند که هر روز از این زندگی که ثبت شده باشد یک درس است. همچنین ایام شهادت چند تن از علما و شخصیت‌ها و مسئولین کشور در دوران جنگ و به وسیله متجاوزین عراقی است که هواپیمای این عزیزان سقوط کرد و مرحوم شهید محلاتی و دیگران به شهادت رسیدند. این هم از اون خاطراتی است که هرگز نباید فراموش کرد. همینطور برای جامعه روحانی و طلاب و مدرسین و علما در سراسر کشور این ایام مصادف است با
سالگرد صدور پیام کم نظیر امام بزرگوار و فقید درباره مسائل روحانیت و جامعه علمی شیعه که این پیام باید هرگز کهنه نشود و کاری را که در حوزه مبارکه قم و دیگر مراکز روحانی بر اساس این پیام شروع کردند بزرگ بشمارند و نگذارند این کار اندک توقفی پیدا بکند. همینطور مصادف است این روزها با سالگرد حادثه آخر بهمن تبریز در سال 56 که یکی از قدمهای بزرگ ملت ما در جهت پیروزی انقلاب بود و یاد و نام اون مردم مبارز و مجاهد و شجاع و ربط و وصل مستحکم و مستمر اونها با روحانیت اسلام و با امام و انقلاب رو مسجل کرد برای همیشه. این هم یک خاطره است و ما در مجموعه این مناسبت ها دور هم جمع شدیم و شما آیان محترم و علما و فضلا و مدرسین و طلاب عزیز از قم و برخی مراکز دیگر تشریف آوردید اینجا. مسئله این است که اگر این انقلاب انقلابی اسلامی نبود و پرچم اون به دست علمای دین نبود قطعاً به پیروزی نائل نمی شد و به تشکیل یک دولت مستقل و سرفراز و نیرومند منتهی نمی‌شد. این تحلیل ما نیست، این تحلیل همه کسانی است که مسائل این انقلاب رو از پیش از پیروزی تا امروز تعقیب کردند. اون روز هم جبهه مقابل یعنی جبهه زمامداران ظالم و فاسد و روبه زوال اون روز و کسانی که با تفکر دینی و با شخصیت روحانی مخالف بودند در همون سال 56 و 57 همون روز هم تحلیل اونها همین بود و بر اساس این تحلیل هم تلاش می‌کردند، سعی می‌کردند روحانیون رو از صحنه کنار بزنند
یا بین اونها اختلاف ایجاد کنند یا بین اونها و مردم فاصله به وجود بیاورند. نتوانستند، نه اینکه نخواستند یا تلاش نکردند. چرا نتوانستند هم یک پاسخ مفصل داره. واقعا اگر کسی بخواد این انقلاب را تحلیل کند و شکفتن این گل و روییدن این نهال رو و جوشیدن این چشمه رو در سنگلاخ و کویر زمان کنونی فرهنگ جهان درست ترسیم بکنه، به این آسانی ها نخواهد توانست یک پاسخ روشنی به این سوال پیدا کنه. یکی از علائم قدرت خدا و اراده خدا بر اینکه این انقلاب پیروز بشود این بود که اون رهبر بی‌نظیر را برانگیخت. این یکی از نشانه های اراده الهی بود برای اینکه این کار بشه، این امر تحقق پیدا کنه. و من به این نتیجه و اعتقاد خیلی نزدیک شدم که خداوند متعال در طول ده‌ها سال از قبل از پیروزی این انقلاب زمینه این پیروزی را که پیروزی دین و پیروزی اسلام در دنیاست تقریبا فراهم فرمود، با تشکیل حوزه قم و تربیت شخصیت‌هایی و در میان آنها برجسته کردن آن شخصیت کم نظیر و اون گل آتش رو در میان خرمن انبوهی زغال قرار دادن و همه اینها رو تبدیل کردن به یک آتش گداخته و گیرا و خلاصه پیروزی این انقلاب. حالا به حسب تحلیل یک چشم معمولی که قضایا رو نگاه میکنه و ترتیب طبیعی علل و عوامل، روحانیت حضورش، پیشگامیش، هوشیاریش، وظیفه شناسیش و برخی از خصوصیات ممتازش یکی از مهمترین عوامل و شاید یک عامل تعیین کننده، یعنی شاید نه حتما یک عامل تعیین کننده در سیر این انقلاب، بروز نهضت، پیروزی انقلاب، تشکیل دولت و حکومت و نظام جمهوری اسلامی و ادامه اون تا امروز بوده. این مسئله روحانیت. دشمنم اینه میدانه، لذا اون فشاری را که روی این انقلاب الان داره وارد میشه از همه طرف دنیای استکباری و میشد از قبل، این فشار در درجه اول متوجه به دین و روحانیت است. اگر روحانیون در کشور ما در میدان نبودند و پرچم انقلاب به دوش آنها نبود، این پیروزی نمیشد. این رو دشمن میدانه، لذا حقد عظیم او در درجه اول متوجه اسلام و متوجه روحانیت. حالا روحانیت دو جور به مسئله نگاه باید بکند و میکند. یکی اینکه توجه دارد و داشته باشد هم روحانیون هم مردم
که برای تداوم انقلاب هم حضور روحانیون ضروری است. فعال بودن روحانیون شرط لاینفک بقای انقلاب و استقلال کشور و نظام جمهوری اسلامی است و روحانیون باید باشند، اون هم با فعالیت، با دلسوزی، با از خود دانستن انقلاب و جانانه دفاع کردن، همچنانی که در این چند سال نشان دادن، اون در صحنه نظامی و جبهه و شهدای روحانیت و جوانهای تفنگ به دوش و آر پی جی به دوش و لباس بسیج پوشیده و به خون خود غلتیده، اون در صحنه سیاسی، اون در صحنه تبلیغاتی، اون در صحنه تربیت نیروها در حوزه‌های علمیه و به خصوص در حوزه مبارکه قم بودن در این چند ساله، در آینده هم باید باشن با حجم بیشتر، با کیفیت بالاتر، با دلسوزی چند برابر. این یک دید و نگاه که هم مردم متوجه این حقیقت هستند و باید باشند و هم روحانیون. یک نگاه دیگر اینه که روحانیون و به خصوص بیدارترها، بصیرترها، دلسوزترها که در قشرهای مختلف روحانی این خصوصیات به حمد الله به وفور پیدا میشه، ببینن شرایط تأثیر کامل حضور روحانیت برای انقلاب و پیشرفت هدفهای انقلاب چیست، اون شرایط رو تأمین کنن. آفات چیست، از اون آفات پیشگیری کنند، اگر هست رفع کنند. این جدی است، این یک شعار نیست، این یک حرکتی است که اگر شد پیروزی تداوم پیدا خواهد کرد. روز به روز بر اوج اسلام، بر قدرت جمهوری اسلامی و بر سعه میدان این ندای ملکوتی در عالم افزوده خواهد شد. اگر نشد، مشکلات و موانع و خدای ناخواسته ناکامی پیش خواهد آمد، اون هم برای اسلام و برای مسلمین در سطح جهان. اینقدر مسئله حساسه. باید دید روحانیت چه کرد و چگونه شد که توانست یک نهضت به این عظمت را از راهی به این دشواری عبور بده و به نقطه‌ای بدین سرفرازی برسونه. همه رهبرها نمیتوانند این کارها رو بکنن. مکرر عرض کردیم در خیلی از مناطق دنیا انقلابها با نفس دین شروع شد، اما به خاطر ضعف رهبری از دین فاصله گرفت، گاهی ضد دین شد. در تاریخ خودمون دیدیم در نهضت مشروطیت که روحانیون آمدند یک حادثه بزرگ رو ایجاد کردند در کشور، یعنی نظام مشروطیت را
و پایان دوره استبداد رو روحانیون تدارک دیدن. بعد همین مشروطیت شد یک پایگاهی برای ضدیت با دین و با روحانیت. هنوز هیچی به هیچ جا نشده، روزنامه های صدر مشروطیت شروع کردن به نام آزادی دین رو کوبیدن، تا جایی که یکی از شخصیت های روحانی که جزو پیشروان مشروطیت بود در مقابل اون مجلس و اون مشروطیت ایستاد، مرحوم هاشم فضل الله نوری، و به شهادت هم رسید. اینی که اگر روحانیون به آینده به چشم یک میدان کار نگاه نکنند و براش برنامه ریزی نکنند و آفات راه رو از سر راه بر ندارند، دنبال این غفلت ضربه هست، در این هیچ شکی نیست. اینی که اگر روحانیون آینده رو با چشم باز و بصیر نگاه کنند و خودشون رو برای ادامه حمل این بار آماده کنند و وظایف خودشون رو پیش بینی کنند و خودشون رو آماده عمل به او بکنند، اسلام روز به روز قوت خواهد گرفت، اون هم در سطح جهان، در این هم هیچ تردیدی نیست. همین حرکتی که امام بزرگوارمون کرد امروز دنیا رو در یک کوره عظیم التهاب انداخته و شرق و غرب رو داره دور خودشون میچرخونه. این حوادث دنیا، بعضی مستقیم و بعضی غیر مستقیم، به انقلاب اسلامی ما مربوطه. اینی که امروز در دنیای شکل گرفته دو قطبی، یک قطب از صحنه سیاسی عالم برداشته شد، دیگه چیزی به نام بلوک شرق، بلوک سوسیالیسم وجود نداره. اینی که معادلات جهانی در روابط قدرت‌ها و دولت‌ها و کشورهای کوچک و ملت‌ها و رژیم‌های گوناگون کاملاً به هم ریخته، این مربوط به پیروزی انقلاب اسلامی است در ایران، مربوط به پیروزی دین است، مربوط به بیداری مسلمان هاست، مربوط به بیدار شدن حس دینی در وجدان هاست. مسئله اینه. البته عوامل دیگری هم هست، اون عوامل زمینه ها هستند. هر حادثه ای در دنیا متکی است بر یک سلسله زمینه ها، بعد یک عاملی وارد میدان میشه، یک حادثه ای رو در این زمینه ها به وجود میاره. این عامل در دنیای جدید انقلاب اسلامی و پیروزی اون و تشکیل یک نظام بر مبنای دین، بر مبنای ارزش‌های معنوی بود. حرکت ما در قدم اول اینجور در دنیا حادثه آفرینی کرده. اگر این نظام جمهوری اسلامی قوی، صادق، صادق یعنی اون چرا که گفته عمل کنه، از راه خودش بر نگرده، مستقیم، شجاع، به راه خودش ادامه بده و به سمت همون هدفهایی که ترسیم کرده این دامنه رو به پیمایه به طرف اون قله، بدونید هر قدمی که ما برداریم این ملت برداره، علمای ما بردارند،
و نظام جمهوری اسلامی بره پیش، هر قدم در اوضاع دنیا یک حرکت، یک تغییر به وجود خواهد آورد. و همه در جهت اعلاء کلمه اسلام و ارزش‌های معنوی و دینی، همه، یعنی این پیشرفت‌هایی که در دنیا پیش میاد، این حوادث در این جهت خواهد بود. اینی که شما می‌بینید، این جور دولت‌های غربی و سرمایه‌دارهای بزرگ جهانی از ما عصبانی‌ان، این به همین علته. هر کارم بکنن همین خواهد بود ها. یعنی من در یک جمله بگم، استکبار و دشمن نسبت به ما هیچ کاری نمیتونه انجام بده که ما شکست بخوریم و او پیروز و کامیاب بشه. او نمیتونه. خود ما چرا؟ خود ما می توانیم کاری بکنیم که خدای نکرده دشمن خوشحال بشه، شاد بشه، مشکل از سر راه او برداشته بشه، اسلام خجل بشه، سرفکنده بشه، این راه بریده بشه. ما میتونیم، دشمن نمیتونه. ما اگر ایستاده باشیم دشمن نمیتونه کاری بکنه. الان وضعیت اینجور شده. قبل از پیروزی چرا؟ میتونستن خیلی کارا بکنن، شاید که به تأخیر بیاندازن، عقب بیاندازن. حالا دیگه نمیتونن، گذشته. اگر بخوام من این مطلب رو باز کنم، حرفهای زیادی هست، نمیخوام وارد اون حرفها بشم. پس میرسیم به اینجا که علمای دین و جوامع روحانی چه وظیفه ای را بر عهده دارند تا آینده به شکل صحیح و خداپسند و مطلوبی شکل بگیره. همه فکرمون رو باید متمرکز کنیم روی این. ما به حیث روحانیون راه هم اینه. کلید رمز رو اینجوری باید پیدا کرد. باید دید جهات مثبت روحانیت که به او امکان داد که این حرکت عظیم را برداره و دنیا رو در آستانه یک تحول قرار بده، اون جهات مثبت چی بوده، اون رو در خودمون تقویت کنیم. اگر جهات منفی در گذشته وجود داشته، از اون بترسیم و سد کنیم راه اون را و نگذاریم نقاط منفی جدیدی هم پیدا بشه. نقاط مثبت چند چیز روشنه در جامعه روحانیت که جامعه علمی شیعه است. یکی علم است، یکی زهد است، بی‌اعتنایی به دنیا، یکی شجاعت است در مقابل قدرت‌ها، در مقابل زور، یکی اتصال به مردم است، به توده مردم، که هیچ فرقه ای از فرق روحانی در عالم این خصوصیت آخر رو مثل روحانیت ما نداشتند، الانم ندارن. مردمی بودن، درد مردم را احساس کردن،
برای مردم دل سوزاندن و کار کردن، به دشمنان مردم نزدیک نشدن. اگر این خصوصیت نبود، اطمینان مردم به روحانیت جلب نمیشد که بیان توی خیابانها و اونجور جان خودشون رو در راه آرمانهای این انقلاب در معرض خطر قرار بدهند. این خصوصیات مثبت روحانیت، اینها رو به شدت حفظ کنی. حوزه‌های علمی، قانون علم باید بمانند و علم را هر چه در توان ماست باید خالص‌تر، صافی‌تر، از زوائد پیراسته‌تر کنیم. این حرکت به سمت ترتیب برنامه‌های علمی و حوزه‌های علمی یک حرکت واجبه. این نباشه علم پیشرفت نخواهد کرد. علم مثل درختی است که یکی از موجبات رشد آن هرس کردن زوائد آن را چیدن است. اجازه به رشد شاخه های زیادی و بوته های مزاحم ندادن است. این مسئله اول. و مسئله دوم که به همین اندازه اهمیت داره و بارها امام بزرگوارمون تکرار می کردن و بارها گفته شده، بی اعتنائی به زخارف دنیا و جلوه های دنیا. مسئله اینه، در این راه از خیلی از لذت‌های مادی باید گذشت و خدا رو شکر می‌کنیم که روحانیت معظم ما این خصوصیت رو حفظ کرده. اگرچه میدان بی‌اعتنایی و بی‌رغبتی به دنیا گسترده است و می‌توان در این میدان خیلی پیش رفت، شخصیت ها، چهره ها میشناسیم، میبینیم. اون کسانی که وجودشون، حرفشون، منششون مؤثر بوده در این چند سال، اون کسانی هستند که بیرغبت بودند به زخارف دنیا و نخواستند به نفس خودشون و به شهوات خودشون پاسخ بدهند و در مقابل اینها ایستادن، اینها رو کوچک شمردن در مقابل اهداف بلند. ما مثل امیرالمؤمنین علی علیه السلام نمیتوانیم عمل کنیم. خود اون بزرگوار هم همین رو فرمود، لکن میتوانیم ورع را، تقوا را، بی اعتنایی را، بی طمعی را در خودمون حفظ کنیم، اون رو تقویت کنیم. و این امروز برای روحانیون یک وظیفه است، یک وظیفه مبرم. و طلاب و فضلا و مسئولیت دارهای روحانی و شاغلین به این جهت باید خیلی توجه کنن، چون راه راه پیغمبران است، راه کسانی است که کمترین اعتنایی به این دنیا نکردند، راه امیرالمؤمنین، راه پیغمبر و راه انبیاء الهی علیهم السلام است. این راه رو باید اینجوری رفت. و شجاعت و شهامت در مقابل زورمندان و تکیه به مردم. حقیقتا ملت ما اونچنان برجستگی رو از خود نشان دادند در راه آرمانهای اسلام و انقلاب که انسان در مقابل این ملت سر تعظیم فرود میاره و در خود احساس حقارت میکنه در مقابل عظمت این ملت.
ببینید در این 11 سال چه مراحلی رو گذروندند و چگونه پای فشردند در این راه دشوار برای خاطر خدا. همه چشم ها در دنیا منتظر بود که ببینه ملت ایران بعد از امام چه خواهد کرد. هر تجربه ای پیش آمد بعد از رحلت حضرت امام در این چند ماه تاریک و سخت و غم‌انگیز، این ملت با اخلاص خودشون، با شجاعتشون، با هوشیاری خودشون اون چنان جلوه هایی نشان دادن که فضا رو منور کردن. همین راهپیمایی عظیم 22 بهمن امسال حقیقتا یکی از چیزهایی بود که در تاریخ این ملت به عنوان سند افتخار و نقطه روشن و منور خواهد ماند. من نمیخوام از مردم به خاطر این حرکت عظیم تشکر بکنم، مسئله مربوط به خود اونهاست. من کی هستم که تشکر کنم از اونها؟ اما من میخوام از اونها تجلیل کنم، نسبت به اونها تعظیم کنم. حقیقتا حرکت مردم یک حرکت مخلصانه، شجاعانه، فداکارانه، هوشیارانه، یک حرکت کاملی بود و همه حرکات آنها در طول این 11 سال همین جور بوده و دشمن رو منکوب کرده. میبینید هر وقتی حادثه ای مثل 22 بهمن ما داریم و نشانه ای از حضور مردم، بعد بلافاصله تبلیغات دشمن، شایع پراکنی های دشمن چند برابر میشه. از غیظ، از ناراحتی، حالا هم همینجور الان جو شایع است دیگه، میبینید رادیوهای خارجی دشمن، دشمنان بی آبرو. خدا رو شکر میکنیم که دشمنان جمهوری اسلامی پیش این ملت ذره ای از آبرو و اعتبار برخوردار نیستند. این مردم با اخلاص زمینه فعالیت و قهرمان میدان فعالیت و یک کتاز در این دنیای آشفته در جهت هدفهای انقلاب هستند و بنده و شما جایگاهمون رو، سهممون رو باید پیدا کنیم و ایفا کنیم. روحانیت امروز وظیفش خیلی سنگینه. البته عرض بکنم بنده فکر کردم، دیدم در طول این 1000 و اندی از تاریخ روحانیت شیعه هیچ وقت روحانیت شیعه به خوبی امروز، به کارایی امروز، به مفید بودن امروز نبوده. امروز الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
امروز روحانیت شیعه از همه دوران طولانی عمر پربرکت خود مفیدتر و پربرکتتر و بیشتر در خدمت اسلام و مسلمینه، این هیچ تردیدی نیست. اما زمان و زمینه کار و وضعیت این ملت بزرگ از ما تلاش بیشتری رو میطلبه. خیلی باید کار کنیم، خیلی باید تلاش کنیم. طلاب عزیز و فضلای جوان، حضور در میدانهای گوناگون رو یک لحظه باید فراموش نکنه. با درس خوندن منافات نداره، این مؤید درس خوندن. همونطور که امام بزرگوار در این پیام فراموش نشدنیشون فرمودن، اون جوانهایی که تفقه رو در میدانهای خودش فرا گرفتند و منذر قوم خودشون شدند، اون جوانهایی که فضلایی که میدان جنگ رو میدان آزمایش نفس خود و میدان تکامل معنوی خودشون قرار دادن و پیش رفتن، این میدانها رو رها نکنن. امروز هم خطوط، میدانها، صحنه‌های نظامی، غیر نظامی، صحنه‌های فرهنگی محتاج حضور فعال شماست. مدرسین معظم و محترم و اساتید در حوزه علمیه قم و سایر حوزه ها طلاب رو به سمت هدفهای انقلابی و اسلامی سوق بدهند. درست است که امروز روحانیت و اسلام راه خودشون و جایگاه خودشون رو کاملا پیدا کردن، اما اینجور هم نیست که افکار انحرافی به کلی از بین رفته باشه و ریشه‌کن شده باشه. اون کسانی که هنوز نتوانستند جلوه انقلابی اسلام رو درک کنند باز هم هستند، در حوزه ها هستند، در کسوت روحانیت هستند. هنوز اون کسانی که به جای چینه آمریکا و کینه دشمنان قلبهای اونها جایگاه کینه مجاهدان فی سبیل الله و جوانان مؤمن و پرچمداران حقیقت توی حوزه ها پیدا میشن، در بیرون حوزه ها هم پیدا میشن. همون متحجرینی که امام مکرر اشاره کردند، دوستداران و شیفتگان اسلام آمریکایی، اسلامی که روحانیت را و دین را و معنویت را از مسیر خود دور میکنه، از مردم جدا میکنه، از خدا دور میکنه و مایه شادی و آسایش دل دشمنان خدا میشه. هنوز هستن در همه جبهه ها حضور جوانهای مؤمن و فعال و فضلای جوان در سمت هدفهای انقلاب یک ضرورته. ما هنوز در اول کاریم برادران. هیچ کس تصور نکنه که روحانیت تلاش خودش رو کرد و به نتیجه رسید بریم بنشینیم مشغول کارهای شخصی خودمون باشیم یا مشغول درس خوندن خودمون فقط. البته درس خوندن یکی از کارهای اساسی است، اما همه کار نیست. روحانیت در آغاز کار است. انقلاب در عمر 11 ساله خود در اوائل دوران جوانی است. در عمر یک انقلاب و یک ملت و در مقیاس های اینجوری این 10 سال و 11 سال چند روز بیش نیست. ما هنوز اول کاره، باید تلاش کنیم طلاب جوان خودشون رو بسازند.
فضلا و مدرسین و اساتید و علمای بزرگ جهت حوزه ها رو در جهت ساختن انسانهایی و علمایی منطبق با معیارهای اسلامی قرار بدن. عناصر پولادین، هوشیار، خسته نشو، مؤمن، نسخه های کامل امام بزرگوارمون رو در حوزه ها به وجود بیارن. اسلام احتیاج داره، اگرچه یک شخصیت اونچنانی میتوانه ملتی رو نجات بده، اما ملت‌های مسلمان و جهان و حرکت انقلاب خودمون و آینده تاریخ خودمون احتیاج زیادی به اینجور عناصر داره. حوزه ها خیلی کار دارند، خیلی مسئولیت دارند و مسئولیت بر دوش هم است. فقط بر دوش مراجع یا مدرسین نیست و فقط بر دوش طلاب جوان و فضلای جوان نیست، بلکه هر کسی نسبت به توان خود و امکانات خود در حوزه های علمی مسئولیت هایی داره. مهم این است که به حرف اکتفا نکنیم، به تحسین بیان امام اکتفا نشود. حقیقتا راه به سمت کامل کردن و آینده نگری در کار حوزه ها برنامه‌ریزی بشود و اون کسانی که می توانند با استمداد از پروردگار این راه رو طی کنند. و بدانید که مردم از هر حرکت روحانیت به سمت رشد صحیح جامعه روحانیت خوشنود و خوشحال میشن. همچنانی که اگر خدای نکرده روحانیون رو سرگرم مسائل شخصی و مسائل دنیایی و یا بی‌رغبتی و عدم توجه به مسائل انقلابی یا غرق شدن در دستبندی‌های سیاسی و غیره ببینند، نگران میشند و وظیفه علمای دین و روحانیون عزیز این هست که رضای الهی را و مصلحت مردم را بر هر چیز دیگری مقدم بدارد. بنده از جمع شما آقایان محترم و عزیزان، علما، مدرسین، فضلا، طلاب که از نقاط مختلف تشریف آوردید صمیمانه تشکر می کنم. از خدای متعال برای همه من، برای شما و خودم هدایت و کمک و اعانت مسئلت می کنم و امیدوارم انشاءالله روز به روز بر رونق و شکوفایی اسلام و هدفهای اسلامی و انقلاب مقدس اسلامی و تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی افزوده بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.